به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. با نقل از آماج نیوز، یک اراده واسطه نو رنجر در ساحه چلستون مربوط به ناحیه هفتم شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته و در نتیجه یک تن زخم برداشته است. گزارش دیگری از افق، توافق سیاسی، تنش‌های گذشته و چالش‌های آینده. پس از ماها تنش و تقابل و بحران سیاسی، دو رقیب انتخاباتی سرانجام توافق سیاسی میان دو طرف در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. رهبری شورای عالی مصالحه و روند صلح، تشکیل شورای عالی دولت، تقسیم کرسی‌های کابینه و اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بخش‌های مهم این توافقنامه محسوب می‌شود. بر اساس متن توافقنامه، صلاحیت عبدالله در رهبری شورای عالی مصالحه مشورتی است. شورای عالی دولت نیز می تواند در مسائل مهم ملی به رئیس جمهور مشورت بدهد. درباره تقسیم کرسی های کابینه و اینکه کدام وزارتخانه ها میان دو طرف و شرکای سیاسیشان تقسیم شده، هنوز جزئیات منتشر نشده است. با این همه دو طرف با عقبه حدود 6 ساله از تنش و تقابل به یک توافق سیاسی رسیدن. این بزرگترین مسئله است که برای آینده تاریک و پر ابهام این توافق سایه می اندازد. آیا تجربه تلخ دولت و وحدت ملی تکرار خواهد شد؟ این پرسشی است که امروز ذهن بسیاری از ناظران را به خود مشغول داشته و بسیاری حتی پاسخ آن را مثبت می‌دانند و معتقدند که افغانستان باید خود را برای یک دوره بحرانی و پرالتهاب ناشی از اختلاف‌های بی‌پایان و پیکار بی‌امان دو شریک ناسازگار قدرت آماده کند. درباره کارنامه حکومت وحدت ملی و پیامدهای ناگوار آن برای افغانستان همین کافی است که در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هیچ یک از دو رقیب اصلی، یعنی آقای غنی و عبدالله، نمی‌خواستند بار دیگر آن را تکرار کنند. در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسمی بارها تصریح و تأکید شد که آن تجربه تکرار ناپذیر است و آنها تحت هیچ شرایط حاضر به تجدید آن نخواهد شد. اما بازسازی سرنوشت بار دیگر افغانستان به همان نقطه بازگرداندند. همان گونه که اشاره شد، بزرگترین نگرانی این است که دو طرف از دو قطب کاملا مخالف و متخاصم می آیند. هیچ نقطه مشترک میان آنها وجود ندارد. افزون بر این، داینامیت های اختلاف و تقابل همچنان در بنیانها و استوانه‌های اساسی این توافق جدی هم تعبیه شده و همواره آماده انفجار و فروپاشی آن است. توییت‌های عبدالله لحظات پس از امضای توافقنامه هم نشان می‌دهد که این توافق بر بنیاد یک نگاه مشترک متولد نشده است. حتی نیاز مشترک هم به چشم نمی‌خورد. طرف‌های شرکت کننده در این امضا توافقنامه بارها به شرایط بحرانی و ناگوار کنونی کشور به مثابه ضرورت دستیابی به چنین توافق اشاره کردند. اما واقعیت این است که این شرایط تازه نیست و یک شبه ایجاد نشده است. بدتر از همه این که وضعیت جاری معلول سالها تنش و تقابل همین دو رهبر و دولت است که در نتیجه این تنشها و تقابلها به شدت ضعیف و آسیب پذیر و شکننده شده بود و این عوارض دامن کل نظام و اقتدار ملی مورد نیاز برای بقای آن را نیز گرفته است. از سوی دیگر، این توافق تازه تفاوت قابل اعتنایی با توافق سیاسی مشابه که پس از بحران انتخابات سال 2014 رخ داد ندارد. در همان زمان نیز دو طرف تنش بر اصول مشابه توافق کردند. شعارهای همسانی ارائه شد. یک نقشه ای را بسیار نزدیک برای هر دو بحران تعریف شده است. هیچ یک از این موارد به نفس بد نیست،
اما وقتی این اصول مورد توافق خود به زمینه های تازه برای چالش و تنش تبدیل می شوند، آنگاه است که بحران ابعاد جدیدی پیدا می کند و دامنه آن در گسترای به وسعت افغانستان و همه ساحاتی که زندگی جمعی از سیاست و امنیت و معیشت و وحدت و عدالت و قومیت و توسعه پیدا می کند. با این هم نمی توان انکار کرد که این رویداد جدید یک نکته مثبت هم داشت و آن اینکه این توافق در یک فرایند کاملا افغانی به دست آمد. گره کوچکی که میان جیگران پرنفوذ داخلی ماها میان ارگ و سپیدار رفت آمد کردند تا در نهایت دو سوی این دوئل را به هم زبانی و همگرایی برای رسیدن به نقطه مشترک ترغیب کنند. از این نظر می توان امیدوار بود که افغانها اگر اختلاف دارند قدرت حل اختلاف را نیز دارند. با این حال نباید از نظر دور داشت که عوامل خارجی نیز دست کم به طور غیر مستقیم در پایان دادن به این بحران مؤثر بوده است. از تهدیدها و هشدارهای مکرر امریکا و شرکایشان درباره کاهش کمک ها تا موضوع صلح و فشارهای شدیدی که برای سرعت بخشیدن به اجرای توافق دوحه از جانب غرب و طالبان بر دولت وارد می شد. گزارش دیگری از تلو نیوز. حکومت کنونی و حکومت وحدت ملی از لحاظ ساختاری چه تفاوت‌هایی دارند؟ در حکومت وحدت ملی نیز قدرت به گونه 50-50 تقسیم شده بود. شیوه حکومتداری که همزمان با افزایش نارضایتی بحران‌هایی را نیز در پی داشت. حکومت توافقی که در پی امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبداللهی ایجاد خواهد شد، از لحاظ ساختاری چه تفاوت‌هایی با حکومت وحدت ملی دارد؟ حکومت وحدت ملی نیز در سال 2014 در پی توافقنامه میان اشرف غنی و عبدالله عبداللهی ایجاد شد. در توافقنامه سیاسی کنونی کابینه حکومت به گونه 50-50 تقسیم شده است و در شمار دیگری از بخش‌ها به ویژه تعیین والیان نیز هر دو رهبر چهره‌های دلخواهشان را خواهند گماشت. در حکومت وحدت ملی نیز قدرت به گونه 50-50 تقسیم شده بود. شیوه حکومتداری که همزمان با افزایش نارضایتی بحران‌هایی را نیز در پی داشت. چگونگی تقسیم کابینه و سهم طرفها در حکومت در بخش سوم توافقنامه سیاسی کنونی آمده است. بر بنیاد همین بخش رئیس جمهور غنی فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم را امضا کرده است. در نخستین بند این بخش با آقای دوستم عضویت در شورای عالی دولت و نیز عضویت در شورای امنیت داده شده است. در بخش دوم این بند آمده است که رئیس شورای عالی مصالحه 50% کابینه را به شمول وزارتخانه های کلیدی معرفی خواهد کرد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از همپیمانان عبدالله گفت تبصره شده است که شورای عالی مصالحه هم می تواند در امور مربوط به صلح جلسات کابینه را دعوت بکند. البته این در بعد همان مسئله است، ولی فکر می کنم که یک نوع تفاوت با حکومت وحدت ملی دارد. بر بنیاد توافقنامه سیاسی 11 وزارتخانه نیز به عبدالله عبدالله و اعضای تیم او سپرده می شود. منابع می گویند که بر علاوه این 11 وزارتخانه درباره سهم دیگری در شمار از وزارتها مانند وزارت امور خارجه و مالیه نیز دو طرف به توافق رسیدن. در این توافقنامه آمده است که والیان ولایت ها بر بنیاد توافق دو طرف معرفی خواهند شد. نامزدان این کرسی ها بر بنیاد شایستگی معرفی خواهند شد. تغییر، تبدیل و برکناری ها با دلیل موجه و مشوره هر دو طرف خواهد بود.
دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.